آغازی نو برای های وزارت خارجه آمریکا پس از چهار سال پرطلاطم ترامپ در عرصه سیاست خارجی تونی بلینکن با رأی اعتماد 78 از 100 سناتور به عنوان وزیر به ساختمانی رفت که زندگی حرفهایاش را نزدیک سی سال پیش در آن آغاز کرده بود روز نخست کار با سوگند خوردن در حضور کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد او سپس با همتایانش از جمله وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه تماس گرفت و نخستین نشست خبریش را هم برگزار کرد دلوقتي. وزیری که هم در سبک برخورد با رسانه ها و هم در پیامش با وزیر پیشین بسیار متفاوت است آقای بلینکن گفت بازنگری سیاست دولت ترامپ در حمایت از یک سوی جنگ یمن به رهبری عربستان از اولویتهای اصلی است. در برابر ایران اما گویی عجله چندانی ندارد. تأکید بر این دید که تهران باید گام اول را بردارد و به برجام بازگردد تا بایدن هم به وعدهش برای زنده کردن توافق عمل کند. <applause> very clear آقای بایدن خیلی روشن گفته که اگر ایران به طور کامل تعهداتش بر اساس برجام رو اجرا کنه، ایالات متحده هم همین کار رو میکنه. این اقدام میتونه اساس توافقی بلند مدتتر و مستحکمتر با ایران با مشارکت متحدانمون بر سر مسائل عمیقا مشکلافرین باشه. اما تا اون نقطه راه درازی پیش رو داریم. ایران در زمین های مختلف از تعهداتش دست کشیده. اگر تصمیم به اجرای دوباره تعهداتش بگیره این فرایند زمان بره و بعد ما ارزیابی میکنیم که آیا ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه؟ ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم نقطه مقابل موضع ایران که وزیر خارجهش میگوید آمریکا ناگز اول توافق هسته‌ای بوده و، باید با بازگشت جبران مافات کند. مجید تخت روانچی نماینده ای ایران در سازمان ملل هم همزمان با روز نخست کاری وزیر خارجه جدید در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز نوشت زمان چندانی برای نجات توافق باقی نمانده و تأخیر در برداشتن جامع تحریم ها و گام های نصف نیمه فرصت به دست آمده برای کاهش تنشها را به باد می دهد. آیا پافشاری تهران و واشنگتن بر اینکه دیگری باید گام اول را بردارد چانه برای رسیدن به توافقی با هدف بازگشت همزمان است یا نشانی از اینکه گزینه تغییر سریع شرایط در دسترس نیست پاسخ دادن به این پرسش در هفته های آتی آسان تر می شود بهمن کلبسی بی بی سی نیویورک